با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 13 روز از 6 ماه در 12 سال از 3 هزاره در ساعت 3:12:13 به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 3:13 است، در نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 3:13 است، 9:13 است در اروپا و 8:13 در لندن و 10:13 در ترکیه. برنامه روزانه خودمون رو آغاز میکنیم و همطوری که وعده کرده بودم و روی صفحه تلویزیون هم ملاحظه میفرمایین، امروز گفتگو میکنیم با خانم بهیه جیلانی. شما یقینا نام و چهره خانم جیلانی رو دیدید، آشنا هستید، با مطالب منتشره از سوی ایشون آشنا هستید و اخیرا یک موضوعی در حقیقت پیدا شد و اینکه ایشون در یک مراسم تحریمی شرکت کردن و در اونجا یه سری صحبتهایی شد و پیرامون این مسائل ما در اینترنت این ورانور کلی مطلب دیدیم. من برای این دوستان نوشتم که به جای اینکه اینا رو می‌نویسید، خب ما روز چهارشنبه قرار هستش با خانم جیلانی گفتگو بکنیم، اگر ممکنه تو این زمینه سوالات خودتون رو مطرح کنید و سوال کنید و از طریق پرسش و پاسخ به نتیجه برسیم، وگرنه من بگم تو بگی، این من بکش تو بکش، هیچ ارکشیه، هیچ اتفاقی این وسط نمیفته، فقط نیرومون هدر میرود. ما باید نیرومون رو در حقیقت به جای هدر دادن نیرومون رو متمرکز کنیم بر علیه دشمن غدار، دشمن خونخوارمون که اون هم نظام فاسد جمهوری اسلامی است. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به خانم جیلانی. خانم سلام بر شما. درود بر شما آقای بهبانی، خوشحالم که با شما هستم. قربان شما. عرضم به حضور شما آقای جیلانی، من دارم میخواد قبل از هر چیزی شما از زبان خودتون ما با شما آشنا بشیم و بفهمید سابقتون رو و اینکه چند ساله در اروپا هستید، در ایران چه میکردید و کی از ایران خارج شدی، چجوری شرایط رو یه قدری برامون بگی ممنون میشم. خواهش میکنم. البته من در جاهای دیگر خودم رو معرفی کردم، ولی اگر امروز شما و دوستان شما و شنوندگان شما واقف بر این اطلاعات نیستم، من دوباره در اختیار شما میذارم. ممنونم از شما. خواهش میکنم. من در ایران زندگی کردم تا سال 1975 و در ایران مدرسه میرفتم، مدرسه ایران سوئیس میرفتم، در ابتدا مدرسه ژاندارک، بعد مدرسه ایران سوئیس و بعد از مدرسه ایران سوئیس رفتم به سوئیس درس خوندم و بعد اونجا دیپلمم رو گرفتم و اومدم فرانسه برای دانشگاه. در ابتدا رشته حقوق رو شروع کردم ولی بعد انقلاب شد، بعد نیمه کاره ماند به علت اینکه جمهوری اسلامی قانون کرده بود که خانوم ها حق وکالت ندارن. در نتیجه من به سوسیولوژی کشیده، جامعه شناسی کشیده شدم و سال 93 دکترام رو گرفتم و در این مدت گاهگاهی به ایران می رفتم، مثل تمام دانشجوها بودم که به دیدار خانواده می رفتن، بعد از انقلاب هم همینطور. بعد در فرانسه زندگی می کردم، دکترامو گرفتم، بعد از دکترام رفتم ایران سال 93-94 بود فکر می کنم. بعد در سال 94 من مشکل با وزارت آموزش عالی در ایران پیدا کردم به علت اینکه تز دکترای من در مورد حقوق زن در اسلام بود، بعد با مطالبش وزارت آموزش عالی موافق نبود و برای من جمهوری اسلامی تعیین کرد که شما خوبه یک دفاع عمومی داشته باشین و اون زمان زنده یاد داریوش فروهر به من گفتن که خانم جیلانی شما این دفاع عمومی رو نپذیرید زیرا اینها میخوان شما رو مفتضح بکنن و من رها کردم تایید دکترام رو در ایران و دوباره برگشتم فرانسه، وارد یونسکو شدم، اونجا مدت طولانی کارآموز بودم،
بعد از کارآموزی میتونستم قراردادهای کوتاه داشته باشم چون جمهوری اسلامی موافقت نمیکرد با استخدام من در یونسکو. در این زمان آقای فروهر پاییز بودن، برای جراحی چشمشون اومده بودن اینجا و به من گفتن که خوبه شما برگردی ایران، ما در ایران به شما بیشتر نیاز داریم. من برگشتم ایران و چندی ماه بعد پروانه بوداریوش رو به شهادت رسوندن و بعد اتفاقات کوی دانشگاه به وجود اومد و من در کوی دانشگاه دستگیر شدم. در 18 تیر؟ بله 18 تیر دستگیر شدم. من تاریخ ها رو زیاد نمیگم چون نمیدونم دقیقا چه تاریخایی سالهاش رو میتونم و دقیقا نمیدونم 18 تیر بود 22 تیر بود. در هر حال در کوی دانشگاه، اولین کوی دانشگاه در دانشگاه تهران دستگیر شدم که همزمان با من اون زمان آقای تبرزدی زندان بودن، بعد من، آقای خسرو سیف، آقای نمازی، آقای مخبر همزمان با فاصله چند ساعت دستگیر شدیم، بعد همزمان آقای منوچهر محمدی، آقای باطبی و خیلی دیگر دوستان اونجا بودن، ما همزمان دستگیر شدیم و به ترتیب به نوبه هر کسی آزاد شد. ولی من مدت 2 سال 4 ماه و نیم که در انفرادی بودم، در انفرادی توحید بودم و 2 سال هم در زندان اوین بودم. بعد از این که من از زندان 2 سال بعد آزاد شدم، دوباره برگشتم اروپا و گاه گاهی ایران میرفتم و الان مدت 4 ساله که اصلا ایران نرفتم، به علت این که فعالیت هم در ایران یک مقداری پیشروتر از قوانین اجتماع بود، در نتیجه من ترجیح دادم که برگردم، بعد هم که دیگه نتونستم برگردم و الانم کاملا برام خطرناکه برگردم چون که به هم ابلاغ شده که نمیتونم برگردم ایران. چرا به ایران نمیتونیم برگردم؟ شمعه ای از زندگی چند ساله من بود. بله خیلی هم خوب بود دیگه، متوجه شدیم. یعنی شما در حول و حوش حضور خاتمی و مسائلی که در اون دوران اتفاق افتاد، به پیشنهاد آقای فروهر، زنده یاد داریوش فروهر، به ایران برگشت. حالا که صحبت از خانواده فروهر شد، اجازه بده که ما همینجا یه نکته رو اعلام بکنم و اون استش که خانم پرستوی فروهر، نویسنده نقاش، درباره تازه ترین کتاب خود بخوان به نام ایران و زندگی و مرگ پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر سخن میگوید. یک شنبه اول جولای، زوده که اصلا این رو بذاریم دیگه، ساعت 5 پس از نیم روز در اورلاندو این مراسم برگزار میشه. کانون فرنگی ایرانیان شهر اورلاندو برگزار میکنند. کتاب تازه خانم پرستوی فروهر به نام بخوان به نام ایران، علاقمندانی که توی منطقه فلوریدا هستن میتونن روز یکشنبه اول جولای به اورلاندو برند و همراه بشن با آقای دکتر مسعود نورکار در کانون فرنگی ایرانیان شهر اورلاندو و پای صحبت‌های پرستوی فروهر بنشینند و که او درباره کتاب تازه‌اش صحبت خواهد کرد. حالا اینم نقطه‌ای بودش که ما تونستیم از اینجا استفاده بکنیم از فرمایشات شما. پس بنابراین شما در حقیقت میشه نتیجه گرفت که تعلق فکری شما بیشتر به سمت نوع تفکر زنده یاد داریوش فروهر است. آیا این درسته؟ یعنی نحوه سیاسی فکر شما به اون گروه تعلق داره، حزب ملت؟ دقیقاً همینطوره. و زنده یاد پروانه و داریوش شب آخر منزل من بودن. بعد از اینکه شام خوردیم، ساعت 1:30 شب از منزل من رفتن و اون آخرین دیدار بود که چند ساعت بعد با دشنه حکومت قلب اونها از کار ایستاد. اوکی. بعد وقت اون مراسم به شما سوالی جوابی از شما نکرد وزارت اطلاعات؟ شما رو بازداشت نکردن به خاطر قتل فروهر اینا؟ من رو بازداشت نکردن، ولی در هر حال من مدت 15 سال بود که هر سال ایران میرفتم، پاسپورت من رو میگرفتن و با من فقط به من یک شماره تلفن میدادن و خودشون هم با من معمولا تماس میگرفتن. من رو میخواستن به وزارت اطلاعات که مکانهای وزارت اطلاعات در اون زمان
کاملا برای من تغییر میکرد. یک بار در نخست وزیری، یک بار در هتل لاله، یک بار در منزلهای مخفی که همه به صورت زندان بودن، من رو اونجا میخواستم و من میرفتم با ترس و لرز و استراب میرفتم و پاسپورتم با یک بازجویی کوچیک میشدم. برای اون 9 ماه 10 ماهی که ایران نبودم، با کی در رابطه هستم، چه کسانی رو میشناسم، با کیا معاشرت میکنم، و من حداقل امکان اون موقع دور میزدم که نه من با کسی معاشرتی ندارم، ولی در هر حال زیر نظر بودم، ولی هیچ موقع براشون زیاد مهم نبودم. چون حقیقتا من قبل از زندان یک کار سیاسی خیلی معمولی میکردم، بیشتر شنونده بودم در مجلس، ولی خب بعد از شهادت پروانه و داریوش بیشتر واقعا مصممتر شدم، یعنی ظلم رو به چشم دیدم و حس کردم. کاملا متفاوت بود در مورد اخباری که من از رادیو تلویزیون ها میگرفتم یا نشریاتی رو که به صورت کاملا پریمیتیو در دست من قرار می گرفت. امروز تلویزیون ها، سایت ها خودشون مراجع بزرگ خبررسانی شدن، ولی چند سال پیش ما اینها رو در دسترسمون نبود، در نتیجه اخبار کم و بیش به دستمون می رسید. در نتیجه ولی بعد از زندان کاملا مصمم شدم، یعنی هدفدار شدم به معنای واقعی کلمه، یعنی هدف خودم رو پیدا کردم، یعنی در حقیقت تازه فهمیدم که دشمن من کیه و این مبارزات من باید چه سمت و سویی داشته باشه، و این سمت و سو به من میگفت نه، اپوزیسیون خارج از کشور نمیتونه راه حلی باشه، میدان مبارزه ایرانه نه خارج از کشور. البته اپوزیسیون ایران رو هم من باهاش در رابطه نبودم، اون زمان آقای فروهر من خیلی محدود کار میکردم، فقط با حزب ملت ایران بودم. امروز هم با حزب ملت ایران هستم، با جبهه ملی هستم، اما رسانه ها به من اجازه میدن بیشتر خبررسانی بکنم و بیشتر مسائل رو مطرح بکنم که این آگاهی امروز به ما خیلی کمک میکنه. ممنونم از شما. عرضم بزرگید که اشاره داشتی به یونسکو و فعالیت در یونسکو، ارتباط شما با آقای نراقی در چه حد است؟ آقای احسان نراقی. آقای احسان نراقی خیلی به من کمک کردن که من بتونم یک پست دائمی داشته باشم در یونسکو، اما متاسفانه نتونستن به من کمک بکنن، و ضمناً زمانی که من در یونسکو بودم با آقای احسان نراقی مدتی کار میکردم، زیرا ایشون رئیس بخش جوانان و ورزش و جوانان بودم، در نتیجه اونجا کرسی داشتن و من به وسیله ایشون میتونستم پست های کوچیک و جایگاهی داشته باشم در یونسکو، یعنی نه جایگاه بلکه بتونم قراردادهایی داشته باشم که در سکتورهای مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، حتی بیولوژی، حتی تمام سکتورهای مختلفی که در یونسکو بود من میتونستم کار بکنم، و این برای من تجربه کاری خیلی بالایی. مطابق خب تفکر آقای نراقی با تفکر فروهرهاد دو تا تفکر مختلفه، اینطوری نیست؟ کاملا همینطوره، ولی من به شما بگم که آقای نراقی یکی از دوستان خیلی نزدیک آقای فروهر بود و عامل آشنایی من با آقای فروهر آقای احسان نراقی بود. حال من به کمپورتمان سیاسی آقای احسان نراقی اصلا کاری ندارم، مبحث دیگری است، ولی شخصیت ایشون از اینکه یک شخصیت علمی ایران هستند ما نمیتونیم زیرش بزنیم. ایشون پدر جامعه شناسی در ایران هستند، ایشون استارت جامعه شناسی رو در ایران زدن، اما از آنجایی که جامعه شناسی برای کشورهای بسته همیشه یک علم اوانگردیستی بوده، جامعه شناسی رو به قول معروف پیش از اینکه گل بکنه پرپرش کردن، و شما امروز میبینین که در دانشگاه های ما جامعه شناسی کاملا یک رشته پلاکارد داره ضد جمهوری اسلامی. در حقیقت این نیست، ولی آگاهی که به شما میده سمت و سوی فکری شما رو به سمت و سوی واقعیت ها و دردهای اجتماعی راهنمایی میکنه که این سلیقه جمهوری اسلامی نیست. بسیار. شما تو میون فرمایشات اشاره داشتی به اینکه به حال اپوزیسیون خارج زیاد نیست، ولی بعد اون چیه مهمه داخل است. اون اپوزیسیون داخلی که شما ازش نامبری میشه برای ما تعریف کنیم ببینیم اون اپوزیسیون داخلی مقصودت کیه؟ بله، اپوزیسیون داخل ایران که من
باشون در رابطه هستم و در رابطه بودم، فرم کاریش با اپوزیسیون خارج از مملکت کاملا متفاوته، به علت این که در اروپا شما، در اروپا و آمریکا شما دستتون باز، تمام تریبون های خبری رو در اختیاریتون دارین، میتونین خبررسانی بکنین، در نتیجه این شده یک عادت. ولی در ایران شما کوچکترین قدمی که برمیدارین، من فکر میکنم که ارزشش بالاتر از قدم هایی که اینجا اپوزیسیون در اروپا برمیداره، زیرا در محیط بسته ایران حتی شما اگر بتونین یک اعلامیه بدین، حتی اگر بتونین یک جلسه داشته باشین که راحت بدون دردسر، بدون اینکه موبایلاتون رو، تمام باتریاشو در نیارین از موبایلتون که به وسیله کارت باتری موبایلتون شما رو ردیابی نکنن. و من فکر میکنم که کمپورتمان اپوزیسیون درون ایران کاملا با رفتار اپوزیسیون خارج از کشور متفاوته، برای اینکه یعنی پسیف‌ترن، خیلی نسبت به هم اعتمادشون بیشتره. ولی اینجا به علت داشتن تریبون خیلی راحت به شما میتونن انگ بزنن، خیلی راحت میتونن شما رو سکته سیاسی بدن، خیلی راحت میتونن شما رو بالا ببرن، خیلی راحت میتونن شما رو پایین بیارن. و از اونجایی که بعضی از این گروه ها هدفشون به سمت و سوی ایران نیست بلکه منافع خودشونه، از تمام این رسانه ها استفاده میکنن. و من بیشتر میتونم بگم مبارزه در پوست زیر شب ایران نشسته تا در اپوزیسیون خارج از کشور. اپوزیسیون داخل کشور با همون جب خوفناک ایران داره مبارزه میکنه، اما رو نیست بلکه زیره. بسیار خوب، شما از رفتارش گفتی، من از ماهیتش پرسیدم. شما رفتارش رو تعریف کردی، ماهیت شما رو. بله، من فکر میکنم که رفتارشون خالصانه تر نسبت به هم، و نسبت به هم همیاریشون خیلی بیشتره، چون خفقان رو دارن در دوروبر خودشون، و همین خفقان باعث میشه که اینها متحدتر باشن، چیزی که ما در اروپا و آمریکا نمیبینیم. یعنی چون اون خفقان رو حس نکردیم در خارج از ایران، در نتیجه عکس العمل ها هم متفاوت هستن. من فکر میکنم یونیته بین اپوزیسیون درون کشور خیلی بیشتره. برای مثال شما میبینین که دوستان سبز میرن زندان میان، ولی جبهه ملی از اونها دفاع میکنه، دیدارشون میره، صحبتشون رو میکنه. بین دموکرات ها، بین دانشجویان همبستگی خیلی بیشتر از خارج از مملکته. در ایران درد هم رو خیلی بیشتر حس میکنن. مبارزه در جبهه ایران کاملا محترمه، ولی مبارزه در جبهه خارج از کشور من زیاد احترامی نمیبینم. چرا؟ چون محیط خیلی بازه، شما خیلی راحت میتونین نشست داشته باشین، پیام به هم برسونین، خبرها رو به هم برسونین. ولی در ایران شما برای رساندن یک خبر مشکلات دارین، حتی راحت نمیتونین صحبت بکنین پای تلفن، باید رمزی خبر رو برسونین. و تلفن های ایران، یعنی همه چیز در ایران کنترل شده است. خود شما واردین به این مسائل. در نتیجه من فکر میکنم که کوچکترین کاری که در ایران میکنن، ما باید واقعا بلندگویی باشیم برای اونها. متوجه هستم فرمایش شما رو. اون چه که سوال میکنم این هستش که وقتی شما از اپوزیسیون درون ایران صحبت میکنید، قصد همین جناح اصلاح طلب هست یا نه؟ اصلاح طلب ها رو شما اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی معرفی میکنی؟ اصلا من اپوزیسیون برای من از جایی شروع میشه که قانون اساسی و دوران طلایی دیگر درونش وجود نداره. من فکر میکنم که اپوزیسیون ایران، اگرچه امروز اصلاح طلب رو هم نمیشه گفت تمامین رویا در رویای دوران طلایی خمینی هستن، من فکر نمیکنم امروز تمام اصلاح طلب ها خواهان قانون اساسی زمان انقلاب هستن. بله، بخشی از اصلاح طلب ها امروز من فکر میکنم گرایش های پیشرفته تری دارن تا اصلاح طلب مانند آقای موسوی یا آقای کهروبی. یعنی وقتی بیان میکنی از اپوزیسیون درون ایران،
یک بخشی غیر از اصلاح طلبان مد نظر شماست؟ 100%، 100%. من اصلا اپوزیسیون برای من اصلاح طلب به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. بسیار خوب، شما یه جای اشاره میکنی به دورانی که شما در ایران بودی و ماجرای 18 تیر، میشه از اون فضا یه قدری برای ما تعریف بکنی؟ اگر ترسیم کنی فضای دوران همون تا دو سال اول خاتمی رو چجوری میدینی؟ بله، من ایران بودم اون موقع و روزی صبح ساعت 6 صبح بود، آقای کردپور با من تماس گرفتن، که آقای کردپور هم با من گرفتن، ایشون هم زندان بودن که الان فکر میکنم کانادا هستن. آقای کردپور با من تماس گرفتن که خانم جیلانی دیشب دانشگاه خون میبارید، به ما حمله شد و تمام کامپیوترهای ما رو شکوندن و ما رو امروز از اتاقامون بیرون کردن. در هر حال مثل اینکه مغول‌ها حمله کرده بودن به کوی دانشگاه رو زیر رو کرده بودن و اون اتفاقاتی که افتاده بود و من به من گفتم خب من چیکار میتونم براتون بکنم. گفتن که خانم جیلانی ما بیاییم اسباب‌هایی که مونده مدارکمون رو بذاریم منزل شما. چون آقای کردپور از دوستان آقای مفتی زاده بودن و من از آقای مفتی زاده رو خوب میشناختم، قبول کردم و یک سری از دانشجوها، حدود 5-6 تا از دانشجوها اومدن منزل من. ما نشستیم صحبت کردیم، ساعت 10 صبح بود که من با آقای فراهانی که امروز در آمریکا هستن، روزبه فراهانی پور، مرز پرگوهر رو دارن. روزبه فراهانی پور بله، متاسفانه دوستان هستن ولی اسمشون داره کمرنگ میشه. بعد به ایشون زنگ زدم، ساعت 10 صبح بود، به ایشون زنگ زدم که آقای فراهانی‌پور دیشب در کوی دانشگاه این اتفاق افتاده و اطلاع رسانی کردم و آقای کردپور اومدن منزل من. میدونین اون زمانم من با یعنی خیلی فعالیتم زیاد بود بین دانشجوها. بعد آقای کردپور به همه جای دنیا با فکس، اون موقع ما با فکس کار میکردیم، با فکس اطلاع رسانی کردن. ولی فکس من خیلی جالب بود، چون یک فکسی بود که دو سیمه بود، یعنی شمارش رو با یه دستگاه خیلی معمولی میگرفتین، شماره گیرش کار نمیکرد ولی کاغذ میذاشتیم ولی اوکیش رو تو همون دستگاه میزدیم. در نتیجه من وقتی شماره گیر رو جدا میکردم دیگه شماره ای نمیمون توی فکس، چون من شماره گیر خود فکس رو نمیگرفتم. در نتیجه ما با همون فکس به 4 سوی دنیا خبر دادیم که دیشب در کوی دانشگاه چه اتفاقی افتاده. ما از اون شب، از ساعت 12 شب، با خانم مهندس اخوانیا و من با هم میرفتیم کوی دانشگاه از ساعت 12 تا ساعت 3:30-4 صبح در مقابل کوی دانشگاه بودیم، با دانشجوها صحبت میکردیم. بعد از یه مدتی متوجه شدیم که این افرادی که دور بر ما هستن همشون دانشجو نیستن، وزارت اطلاعاتی هم پرن توی این افراد، ولی ما آگاه نبودیم، ما صحبت میکردیم اصلا مهم نبود. تا روزی که در خود صحن دانشگاه منیفستاسیون بود، ما رفتیم توی کوی دانشگاه، در اونجا من بودم، آقای سیف بود، آقای دکتر سایی بود، البته آقای دکتر سایی دانشگاه تهران کار میکردن ولی اون روز اونجا بودن، از جمله آقای علی افشاری بود. متاسفانه حالا آقای علی افشاری، امیدوارم که از حرف امروز من ناراحت نشن، ولی خب آقای علی افشاری اونجا در مقابل چشم ما که من و آقای سیف و دکتر سایی ایستاده بودیم درون کوی دانشگاه، کاملا انشعاب به وجود آوردن. آقای علی افشاری اون روز رفتن، نمیدونم بالای یک سکوی بود چی بود، اونجا رفتن بالای سکوی و فرمان انشعاب رو دادن و گفتن که از جنبش دانشجویی داره سوء استفاده میشه، احزاب دارن از جنبش دانشجویی سوء استفاده میکنن. و من اون روز انشعاب رو به چشمم دیدم. اون روز در دانشگاه بدون اطلاع من، من متوجه نشدم، در عرض 5 دقیقه عکس‌های مصدق اومد بیرون، عکس‌های آقای فروهر اومد بیرون، شعارهای
شعارهای ملی داده شد و فردای آن روز من با آقای مفتیزاده قرار داشتم، منزل آقای مفتیزاده بودم. ساعت حدود 5:30 بعد از ظهر من از منزل آقای مفتیزاده اومدم بیرون به سمت ولیعصر، داشتم میرفتم که ما چند تا عکس گرفتیم از میدان ولیعصر که تمام رنجر جمهوری اسلامی با لباس‌های مخصوص اونجا ایستاده بودن، من رو گرفتن، آقای کردپور رو گرفتند، یکی از دوستان من که رانندگی میکرد اون رو گرفتند و ما رو بردند به اولین و نزدیکترین جایی که ما رو میتونستن ببرن، بردن به سفارت قدیم امریکا و مدت یک هفته من اونجا بودم که شدیدن اونجا ما رو کتک زدن و اونجا خیلی آدم بود، خیلی ها رو گرفته بودن، ولی آنچنان تاریکی بود که چشم رو نمیدید، فقط بچه ها رو وقتی کتک میزدن صدای فریاد اونها گویای این بود که در کنار شما کسی دیگری هم وجود داره، ولی چشم رو نمیدید. بعد از اونجا ما رو بردند در یک پایگاه ارتشی. در اون پایگاه ارتشی هنوز واقعا هنوز اون روز اینها سیستماتیک برخورد نمیکردن. چرا من اونجا با همه صحبت میکردیم، دخترها و پسرها قاطی بودن، اصلا سلولی وجود نداشت. تا اینکه شب شد سلولها در باز بودن، اونجا زندان نبود، ولی خیلی 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 از بچه ها اونجا بودن. بچه ها رو زمین نشسته بودن، رو زمین دیگه جایی برای راه رفتن نبود و اونجا بود که ریز و درشت کردن، یه دی رو آزاد کردن، یه دی رو در زندان‌های دیگه پخش کردن و ما رو بردن زندان توحید که من در انفرادی زندان توحید بدترین شکنجه ها، خوفناکترین شکنجه ها رو شدم و صدای داد من رو تمام دوستان میشنیدن. آقای روزبه فرانپور رو می آوردن زمانی که منو شکنجه می کردن، ایشون رو به عنوان شاهد می آوردن توی شکنجهگاه که ایشون ببینه که دوستانشون رو چگونه در مقابل چشمشون شکنجه میکنن و دوستان دیگر رو میآوردن وقتی که من شکنجه میشدم با اون وضع خوفناک، آویزونم میکردن، فلکم میکردن و شکنجه های دیگه که شاید جاش نباشه که صحبتش رو بکنیم. و دوستان رو میآوردن میشوندن اونجا، آقای کردپور رو میآوردن، آقای منوچهر محمدی رو میآوردن که شاهد شکنجه شدن من بشن. و این چنان 4.5 ماه گذشت و من منتقل شدم به زندان اوین. 2 سال هم در زندان اوین بودم. البته زندان اوین به خوفناکی زندان توحید نبود، چون انفرادی نبود، همین که افرادی بودن، ولی خب چون ما افراد در هر حال سیاسی بودیم، این 2 سال ما به تجزیه و تحلیل و جدل و بحث و، ولی افرادی که من با اینها زندان بودم مجاهد بودن و من خاطره خیلی خوبی داشتم از مجاهدین و همیشه دفاع میکردم از مجاهدین. فکر میکردم که درسته که من با عقاید اونها موافق نیستم، چون امروز سمبول مذهب رو در حکومت اصلا قبول ندارم، فکر میکنم که مذهب جایگاه دیگری داره و در سیاست جاش نیست و کسانی که امروز سمبول مذهبی دارن در نتیجه برای من غیر قابل پذیرشن. فکر میکنم که ما دیگه مارگزیده شدیم. بسیار خوب، اجازه بده که اینجا من کلامتو قطع بکنم و یه سوالی بپرسم از شما، و اونه که این شخصیتی دیگری وجود داره به نام امیرعباس فخرآور و اون معتقده که اون رهبر همه این جریانات بوده. شما چه آشنایی با امیرعباس فخرآور داری؟ من با خواهر آقای فخرآور مدت 2 ماه زندانی بودم، خواهرشون هم گرفته بودن، در زندان بودن، همزمان آقای فخرآور هم زندان بودن. همزمان که ما زندان بودیم آقای فخرآور هم زندان بودن. نه، آقای فخرآور یک جزئی از کل بودن، نمیشه گفت که ایشون رهبر جنبش بودن، نه اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. همزمان کسانی بودن که تولید جنبش میکردن، از جمله آقای مهاجرانی بودن، از طرفداران آقای طبرزدی، آقای منوچهر محمدی بودن، آقای اکبر محمدی بودن، این افراد بودن. پس اینها باید مدعی باشن؟ نه، هیچ رهبری وجود نداشت.
پس امروز آقای علی افشاری هم میتونن مدعی رهبری جنبش دانشجویی رو بکنن. اصلا این خبرها نبود. من فکر میکنم که اینها جزئی از کل بودن، ولی هیچ کسی کل نبود. و امروز هر کسی بیاد مدعی باشه، از آقای فخرآور باشه، من آقای فخرآور رو میشناسم، ایشون هم منو میشناسن، خواهرشون که پاریس هستند، البته دیداری نداشتیم ولی خواهرشون هم با من زندان بودن، اما من اصلا نمیتونم ادعا بکنم که آقای فخرآور رهبرشون. حالا یه عده‌ای خارج شدن از ایران که در خارج درهایی به روشون باز شد و اون احساس اپورتونیست بودن اینها رو به اینجا رسوند که امروز مدعی باشن، و من خیلی متاسفم برای کسانی که زندان بودن و شکنجه شدن. بسیار خوب، عرضم به حضورت، باز برگردم به این موضوع. ما میدونیم که به حال جریان سازمان مجاهدین که شما بهش اشاره کردی، کم و بیش ما با مجاهدین آشنا هستیم و شرایط داخلیشون، وضعیت زنان در سازمان مجاهدین، یه جریان سکتاریستیه، یه نظام بسته است، همه اینا رو میدونیم. ولی یه در کنار این، اینا به حال در بیرون مخالفین زیادی دارن و رژیم به حالتهای مختلف هر روز سعی میکنه که اینا رو بی خودی بزنه، تروریست جلوشون بده و اصرار بر این دارن که اینا تروریستن، از توریست تروریستا بیرون نیان. و جالبه که تمام مخالفین و خود رژیم همیشه و هر روز این جریان یه جریان قدیمی و بدون مصرف و اینه میدونه، ولی در حال از بین رفتن، ولی مرتب شروع میکنه راجبشون حرف زدن، یعنی یه جور هم هستن هم نیستن. و اخیراً شما هم در حقیقت یک بحثی هست که شما در ویدیویی از شما هست که در یک مراسم ترحیمی شرکت میکنی و علیه اینا شروع میکنی صحبت کردن و در حقیقت میگن که اون مراسم رو یه جوری به جمهوری اسلامی مرتبطش میدونن. انگیزه شما برای این کار چی بود؟ چرا علیه اینا در اون جلسه صحبت کردید؟ جلسه ای که در حقیقت ما میدونیم که من خودم به عنوان اینو گفتم و تصویرشون هست، بازم میگم که من کسی بودم که برای اولین بار با آقای کریم حقی از جدا شدگان اینا که در هلند زندگی میکرد، زنش نه خودکشی کرد و به حال آدمی است که یه مشکلات عدیده دارد، با او برای اولین بار اونو آوردم روی صفحه تلویزیون. ولی همون لحظه متوجه شدم که دور پر این آدم همه مامورای جمهوری اسلامی هستن، یعنی آدم تنها نیومد. روزی که با من قرار گذاشت یا چهار نفر باهاش بودن و اون چهار نفر کاملا معلوم بود که اینا دیشب از تهران اومدن، مثلا از فرم لباسشون، از رنگ پوستشون معلوم بود که اینا از ایرانن، یعنی هیچ شکی من نمیتونم بکنم. و در حقیقت متوجه شدم که این جدا شده ها به چه سرعتی در حقیقت جمهوری اسلامی اینا رو به صورت تومه ازشون استفاده میکنه و در پیرامون اینا قرار میگیره. من میخواستم ببینم که انگیزه شما برای صحبت کردن تو اون جلسه چی بود؟ آیا این شرایط رو میدونستی یا اینکه نه؟ نه، من اصل ببینین آقای بهبهانی، در اون جلسه من مهمان بودم نه بیشتر، من رو دعوت کرده بودن. من برای این مراسم که یاد بوده احترام قائلم، به خصوص که در قربت اگر قرار بود حضور من به اونها انرژی بده، من این رو از اونها قطع نمی کردم. هر کسی میخواد باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد ملیگرا باشه، میخواد مجاهد باشه، بر من فرقی نمی کنه. من مجاهد نیستم، ولی امروز اتحاد ما رو مجبور میکنه که در کنار هم با تفاوت عقایدمون بیستیم. من با این نیت به اون مجلس پا گذاشتم. من تا به امروز در هیچ کدوم از مجالس مجاهدین، چه مجاهدین بریده، هیچ موقع حاضر نمی شدم. اون روز من دعوت اینها رو پذیرفتم و رفتم و هیچ قراری نبود که من اونجا سخنرانی بکنم، هیچ قرار نبود من صحبتی داشته باشم، من یک مهمان بودم اونجا. بعد از ختم جلسه افراد میخواستن برن اونجا، بین نشسته و برخواسته از من خواستن که من صحبتی بکنم. من گفتم نه، من صحبتی ندارم، نه خواهش میکنم. یعنی واقعا من در منگنه گیر کردم، اون صحبت رو کردم.
و دوباره افراد نشستن و من این تسلیت خودم رو به این صورت به افراد عزادار ارائه کردم، نه بیشتر، و هرگز منتظر اسکاندالی نبودم. من نمیدونستم که مجاهدین دارای تبو هستند. درسته که امروز مدعی دموکراسی و آزادی خواهی هستند، ولی خواستن توانستن همیشه نیست. مجاهدین ممکنه امروز خواهان دموکراسی برای آینده ایران باشند، ولی رفتار اینها نشانگر این اعتقادات نیست. اگر این افراد خواهان دموکراسی بودن، من حرف خودم رو زدم، اعتقادات خودم رو نسبت به مجاهدین گفتم و اینها هم میتونن موافق نباشن. من کسی هستم که طرفدار مصدقم، ولی خیلی ها تو صورت من، تو چشم من نگاه کردن، در مورد مصدق بد گفتن. من چیزی نگفتم، اصلا نخواستم، خواستم به وسیله تاریخ گویای جواب این افراد باشم، نه بیشتر، نه اگرسیویته بیش از این. ولی مجاهدین واقعا این مسئله رو علم کردن و به من انگ وابستگی به جمهوری اسلامی زدن، کاری که همیشه میکنن، و امروز هم من این مسئله رو پای ضعف این افراد میذارم. اگر افراد قوی بودن و اعتماد به نفسی داشتن، مطمئن باشین من چیزی نگفتم. من موافق مریم رجبی نیستم. اجازه دارم به نام دموکراسی یا نه؟ من میتونم بگم مریم رجبی اشتباهاتی کرده و امروز داره اشتباه میکنه و تمام عواملش امروز در اینجا هستن و شاهدن و به قول معروف مدارک محکمه پسندی هستن که بگیم مریم رجبی اشتباه کرده و مجاهدین در اون کمپ چه بر سر اینها آوردن. من اجازه دارم به نام دموکراسی حرف بزنم. من با خیلی از اینها تماس گرفتم، از جمله آقای مهدی سامه، و ایشون خیلی بد با من رفتار کردن. به من گفتن که من با نماینده جمهوری اسلامی صحبت نمی کنم. آقای سامه، شما قبل از اون خیلی هم به من احترام میذاشتین، حالا چی شد من شدم نماینده شما؟ تاریخ منو میشناسین، چطور شد حالا من شدم امروز مجاهدین؟ یا سیاه یا سفید، خاکستری در میانش وجود نداره. و اینکه امروز بریده هایی که از مجاهدین جدا میشن، یک مقداری ما باید به این افراد حق بدیم که به منابع حکومتی جذب بشن. چرا؟ چون ما این افراد رو دفع میکنیم. اپوزیسیون، کسی که امروز از مجاهد بریده میشه، باید ازش دفاع بشه. اگر دفاع نشه، جمهوری اسلامی اون رو زیر بال و پر خودش میزنه، بهش اوانتجی رو هم میده. و شما فراموش نکنین که در کمپ اشرف چه بر سر اینها میگذره. پاسپورت های اینها رو میگیرن. این افراد زمانی که جذب اشرف میشن، قرار نیست جذب اشرف بشن. اینها قراره به اروپا برسن، به آمریکا برسن، ولی از اشرف میخوان رد بشن. ولی در اشرف اینها رو نگه میدارن، یعنی یک به عنوان یک زندانی اینها رو نگه میدارن، در صورتی که اینها با ایده دیگری وارد اشرف شدن. وقتی اینها کنده میشن از اینجا، بعد از 20 سال، برای اینکه این افرادی که اونجا بودن هر کدوم 15 سال 20 سال در کمپ اشرف زندگی کرده بودن، و امروز جمهوری، امروز مجاهدین به این افراد انگ اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی میزنه. من کاری ندارم، من نمیتونم دستم رو قرآن بذارم و شهادت بدم نسبت به این افراد، اما من میتونم بگم دو تا آلترناتیو وجود داره، و یا ما باید اینها رو جذب کنیم، بعد از 20 سال 15 سال شکنجه که هر چیزی برای اینها ممنوع بوده، از جمله نگاه کردن تلویزیون، نگاه کردن، شما میتونید تصدیق بکنید که در اشرف فقط برنامه‌های اشرفی پخش میشده، نه برنامه‌های تلویزیون‌های جهانی. و شما امروز امشب دوست دارین یک فیلمی تماشا بکنین، آزادی این رو داشته باشین که فیلمتون رو تماشا بکنین، یعنی از کوچکترین خواسته. اینها رو در کمپلکس مطلق نگه داشتن. حال اینها به هر نحوی فرار میکنن و میتونن به اروپا برسن، یا عده‌ای خودشون رو به ایران میرسونن. و این که امروز جمهوری اسلامی در میان اینها نفوذ کرده باشه، من شکی ندارم، من شکی ندارم، حتما نفوذ کرده. ما خودمون هم کمکاری کردیم، زیرا اسم مجاهد که میاد
ما فکر میکنیم که اصلا با اینکه باشون موافق نیستیم اصلا نباید کاریشون داشته باشیم، در صورت که خود ما اپوزیسیون اگر با هم مشکل داشته باشیم مدیاتیزش میکنیم، رسانه‌ایش میکنیم، به همه جا خبر رو میرسونیم، دعواهای خودمون رو، ولی با مجاهدین کاری نداریم. من خیلی دلم میخواست که با افرادی از مجاهدین بتونم مجلسی داشته باشم و صحبتی بکنم، ولی متاسفانه این افراد همشون فرار میکنن و اینکه اینها میگن این افراد وابسته به جمهوری اسلامی هستن، اینها به من هم میگن من وابسته به جمهوری اسلامی هستم. اگر من وابسته به جمهوری اسلامی هستم، تایید میکنم که اون یکی افراد هم باید وابسته به جمهوری اسلامی باشن. خیلی راحته ما بگیم که فلان کسک برای جمهوری اسلامی کار میکنه، به چه مدرکی، به چه مجوزی؟ وقتی که من نگرش این افراد رو نسبت به اندیشه خودم، نسبت به ایدئال خودم رو میبینم چقدر اگرسیو هستن، چطور میتونم باور بکنم که تمام این افراد وابسته به جمهوری اسلامی هستن؟ شاید هم باشن، من نه تایید میکنم نه تکذیب. آره نه، خب این که ما که نمیتونیم، ما که مدرکی نداریم، که دستگاهی نداریم که بسنجیم که مال کجا از کجا نی، ولی رفتار و در حقیقت کردار طرف نشان میده. مثلا فرض کنید یکی در مورد خود آقای احسان نراقی، خب احسان نراقی شدیداً با کسانی که برانداز جمهوری اسلامی هستن مخالفت میکنه و تمام هموغمش بر روی اصلاح طلبانه. خب این نشون میده که این اصل این نظام جمهوری اسلامی رو میخواهد با یه جرح و تعدیلی، مثلا این نباشد اون باشد، مصداقی برخورد میکنه. و اینکه با منی که کلیت این نظام رو زیر سوال میبرم و میگویم که مثل شما که اصلا این قانون اساسیش مسئله داره، خب ما دو تا نگاه مختلف داریم دیگه. من میگویم که قانون اساسی این نظام مشکله، اصلا یه چیز ضد بشریه، یه چیز غیر انسانیه، برای اینکه خیلی تبعیض آمیز است. از هر نقطش که نگاه میکنی تبعیض توش فریاد میزنه، جیغ میکشه. خب مثلا یه آدمی بگه که نه این میشود و ما میتوانیم این رو نمیدونم اصلاح کنیم، خب این نشون میده که این تعلق داره به این جریان، میشه اینجوری فهمید. ولی نمیشه رفت از کجا من شماره کد پرسونالی یارو رو پیدا کنم ببینم که این چکش رو از کجا میگیره، این که من نمیتونم. ولی از نحوه بیان و کردار طرف میشه فهمید تا یه حدی قابل تشخیص این ماجرا. بعد مثلا یک موضوع دیگه ای که باز دوباره من دیدم که چند تا از دوستان نوشتن اینه که وقتی که توی این مراسمی که شما انجام دادین و در فیسبوکتون قرار دادین، یه چند نفری از شما سوال کرده بودن و شاهراً شما اینا را حذفشون کردی. اینا از من پرسن که از خانم جیلانی پرس که چرا ما را حذف کردی با خاطر سوالی که از شما کردیم. من هیچ کسی رو برای سوال حذف نکردم، افرادی رو حذف کردم که به من توهین کردن، ترور شخصیتی کردن. من یک آدم کاملا دموکراتی هستم. توهین من، صفحه من 5 صفحه داشتم. در این 5 صفحه تمام افراد حضور داشتن، تمام مجاهدین حضور داشتن با پرچمشون، با عکس مریم و مسعود، چیزی که عکسشون رو هم من، عکس اینها هم من رو آزار میده، ولی به نام دموکراسی اینها در صفحه من بودن. ولی این احترام من نسبت به این افراد اگر بخواد مبدل به فحش و رکیک گویی بشه، من تحمل نمی کنم. اگر صحبتی دارن بیان صحبت بکنن، اگر پرسشی دارن بیان پرسشی بکنن. آقای بهبهانی، تمام کامنت ها وجود داره، شما بخواین من این کامنت ها رو در اختیار شما میذارم و شما تشخیص بدین که این کامنت ها سوالن یا کامنتن. من خیلی 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 متاسفم، چون من جامعه شناسم، کاملا نبض فرهنگی رو با همین کامنت ها میسنجم و این کامنت ها به من میگویند ما چقدر دور از دموکراسی هستیم. سلام خانم، یه لحظه اجازه بدین. خانم یه لحظه اجازه بدین آقای پیران، من صدای شما رو باز کنم. بله یه لحظه به من اجازه بدین، من صدای شما رو بیارم بالا. آقای پیران بفهم. سلام آقای بهبهانی، سلام خانم جیلانی، سلام عرض کنم. من پیران از میشیگان در ایالت از آمریکا خدمت رو زنگ میزنم. بفهمید آقای پیران. بله بله.
میخواستم با یه داستان کوچیک این رو خط بدم که ما میگیم ما تشخیبات این رو یکی رو متهم میکنیم که این مأمور جمهوری اسلامی هست نیست، اصلا ما نمیدونیم که اون کسی که بهترین دوست ماست باشه یه داستان خیلی کوچیک واقعی باید کنم. پدر من در پدر من زمان جنگ در کاشان بود و در شرکت نفت کار میکرد. اونجا یک دکتری بود مثل دکتر جاوید که یکی از کمونیستای فوق‌العاده دو آتشه اون زمان بود که حتی اون زمان میگفتش که استالین به صدا لیبراله، خیلی دو آتشه اینا بود. و بعد ایشون شد وزیر کشور قائله پیشوری برای اون تجزیه آذربایجان و ایشون هم اونجا بود. ولی وقتی که این جریان قائله آذربایجان تموم شد و همه رفتن ایشون نرفت موند و بعدم چی شد؟ بعدم هم یه شیش ماه زندان رفت. بعد معلوم شد ایشون مأمور جاسوس MI6 انگلستان بود. من مثلا میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ وقت چهره واقعی بازگشتگان مشخص نمیشه. ما همیشه باید مراقب باشیم. معذرت میخوام از تلویزیون گوش کنم. موفق باشید. ممنونم از شما. مثال بسیار دقیق و درست و به جایی بود. کاملا درسته. نمیتونیم ما تشخیص بدیم. علت همین هم هستش که او رو مأمور مخفی صداش میکنیم. بله خانم جیلانی، یه بحث دیگه هست و باز هم اونم بحث خانم رویای طلوعی و این اتحاد زنان برای دموکراسی. ایشون هم ظاهرا مثل اینکه اخراج شدن یا بعد میگوین که استعفا داده، ولی ایشون میگه که من استعفا ندادم. راجع این موضوع چی میدونین شما؟ متاسفانه این مسئله خانم رویا طلوعی یه مسئله کاملا داخلی بوده، نه مسئله خارجی، اصلا ربطی نداشته. ما با کاراکتر این خانم مشکل داشتیم. ما این اتحاد زنان دموکراسی خواه ایران رو با یک همون جریان آزاد دیگه، این همین جریانیست که اخیراً درست شد به نام آزاد. دقیقاً همینطوره که ما در ابتدا 12-15 نفر بودیم، بعد این اتحاد رو بنا کردیم و خانم رویا طلوعی هم یکی از پایه‌گذار این اتحاد بود. اما متاسفانه خانم رویا طلوعی اشتباه فرمان رو دستشون گرفتن و احساس مدیریت کردن و خواستن افراد رو کنترل بکنن، سوال جواب بکنن، که حقیقتا فلسفه ما این نبود و میخواستیم ما این اتحاد رو که یک خواست سیاسی بود در حقیقت که ما داشتیم که داریم بناش میکنیم، یعنی ما دست نکشیدیم از این کاری که هدفی که داشتیم داریم پیش میریم، ولی بدون خانم رویا طلوعی. ولی خانم رویا طلوعی یک مقدار رفتار سیاسی رو کنار گذاشتن و خیلی معمولی و اوردینر برخورد کردن با این اتحاد و تولید تشنج میکردن در این اتحاد و ما خیلی کار میکردیم. جلسات ما 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت ادامه پیدا میکرد و خانم طلوعی نمیومدن، پیام میفرستادن، کمکاری میکردن. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم گروهی که با این خانم تصفیه حساب بکنیم، نه به عنوان اینکه ایشون برن یا اخراج بشن. خود ایشون به سوالات هیچ جوابی ندادن و ما رو در حیرت گذاشتند و رفتند و استعفا هم ندادند و دوستان خودشون رو که میخواستن تولید یک باند بکنن، در نتیجه دوستان خودشون رو، کسانی که خیلی بهشون نزدیک بود، بدون اینکه یک رفتار سیاسی داشته باشن با خودشون بردن و اون دوستان استعفای خودشون رو ارائه دادن، ولی خانم رویا طلوعی استعفای خودشون رو ارائه ندادن. در نتیجه خودشون رفتن، ایشون رو کسی بیرون نکرده و دیگه هم برنگشتن. البته برگشتن ایشان مشروط بر این بود که تصفیه حساب بکنن، ولی چون به سوالات جواب ندادن ما ایشون رو از گروه بیرون رفته حساب میکنیم. بسیار خوب. اصلا وضعیت اون جریان آزاد به کجا رسید؟ یعنی هنوز شروع نکرده؟ در حقیقت مدتی نیست دیگه که این جریان شروع کرد. اپریل بود فکر میکنم که اعلام موجودیت کرد، الان ماه جونه، یعنی یه ماه بیشتر، دو ماه گذشته
چرا پس نمیشه؟ فکر میکنی شما که جامعه شناسی، راستی که شما که جامعه شناسی و میگی که من این رو میشناسم و روش کار کردی، ما هم حرف شما رو پذیریم، چطوریه که مثلا 10 نفر دور هم جمع میشن با یه شور و شوق و ذوق و علاقه ای پر انرژی میان و این سریع پیسش میخوابه، فوری بادکنکه میخوابه، چطوریه از منظر یه جامعه شناس بخوای اینو بررسی بکنی چه تحلیلی ازش میدی؟ میگی چیه دلت علت و عللش چیه؟ چرا نمیشه؟ بله، من دو عامل در این میبینم. یک، استبداد زدگی فرهنگی که در ما وجود داره و این استبداد زدگی فرهنگی باعث شده که ما هم رو تحمل نکنیم و تحمل نکردن باعث میشه که ما هیچ موقع نتونیم یه کار مشارکتی انجام بدیم. دو، نداشتن تجربه. ما به نظر من این تشکیلات خیلی خوبن. چرا؟ چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم، هر روز قدمی کوچک پیش میذاریم به جلو. من توقع ندارم که امروز این سازماندهی ها به معنای واقعی سازماندهی که در کشورهای دموکراتیک و آزاداندیش پیش میاد جواب بده، اما تمرینی میتونه باشه. مطمئنن ما روزی خواهد رسید که میتونیم سازماندهی رو تحمل بکنیم، اما مسئله ما کاملا فرهنگیه و ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. تمام حکومت ها به جز استبداد چیزی برای ایران به ارمغان نیاوردن. در نتیجه در ما امروز استبداد زدگی نهادینه شده که نیاز به یک دینامیت شخصیتی داره که ما این با این دینامیت شخصیتی بتونیم از یک فن، یک ریشه استبداد زده که در تک تک ما وجود داره رها بشیم. در غیر این صورت ما هرگز توانایی این رو نخواهیم داشت که یک کار گروهی انجام بدیم و ما اگر کار گروهی انجام ندیم همیشه برای ما تصمیم خواهند گرفت و سرنوشت ما رو قلم خواهند زد و این برای ملت بزرگی مثل ایران که زمانی دنیا رو حکومت می کرده بسیار غمگینه که امروز خودش در ناتوانی کاراکتریل گیر بکنه. خب ما اینو چجوری میشه از این دامه رها شد؟ اینکه فقط ما بگیم فرهنگیه که کمکی نمیکنه. بالاخره همه دنیا از اول که بهش نبودن کار کردن و در حقیقت بهش رو به بها دهن نه بهانه، یعنی باید کار کرد. من میپرسم چرا کار نمیکنیم؟ چرا تحمل نمیکنیم همدیگر رو؟ چرا ما در حال پیشرفتیم. من 3 سال پیش در فیسبوک، صفحه فیسبوکم رو باز کردم و اون اوایل وقتی مقاله ای میذاشتم میدیدم که مردم کاملا این مقاله رو خطی و حزبی میبینن. امروز هم رو تحمل میکنم، یعنی من این احساس رو دارم. البته یه پرانتز باز کنم، بجز مجاهدین، چون در تمام گروه ها شما میبینین که امروز کاملا نسبی شدن، رولاتیف شدن و این کاملا مثبته. اما فکر نکنیم که ما امروز و فردا به یک اندیشه دموکراتیک دست خواهیم یافت. من فکر نمی کنم که به این راحتی باشه و امروز این خواستن ما برای فردا توانستن باشه. ما نیاز به یک انقلاب فرهنگی بزرگ داریم که فردای آزادی ایران باید تمام ارگانهای آموزشی رو با فلسفه دموکراسی و جدایی دین از سیاست به جلو ببریم و از نقطه صفر شروع بکنیم تا بتوانیم در 200 سال آینده ما این احساس هموطنی رو به معنای واقعی کلمه حس بکنیم تا بتونیم کارهای مشارکتی بکنیم. امروز شعار دموکراسی و سکولاریزم برای ایران شاید یک هدف باشه ولی مطمئنن یک رفتار نمیتونه باشه و برای رسیدن به این یه لحظه ببخشید خانم جیلانی، یه دوستی زنگ زده، بفهمی شما خودتون معرفی کنید. با درود خدمت شما و بینندگان و مهمونتون، من ستاره هستم از اروپا. خانم ستاره؟ ستاره، بله، در فیسبوک ستاره میهن دوست است نامم. یک پرسش از خانم
ایلانی داشتم منو به یاد دارن احتمالا. بله صدای کامپیوترتون رو کم کنید لطفا. بله ببخشید. خانم جیلانی فرمودن که اینهایی که در فیسبوک کامنت نوشتن مجاهد هستن با پرچم مجاهدین. بعد من تا اونجایی که خودم میدونم مجاهد نیستم. بعد روی چه اثباتی این حرف رو میزنن؟ از کجا مطمئن هستن این چند نفری که حدود 50 نفر شاید باشن حرف کردن همه مجاهد بودن؟ بعد گفتن که نظر این افراد دارن، خواهش میکنم حداقل نظر منو بخونید که کجای من فقط نوشته بودم این مانع اصلی جمهوری اسلامیه، کجا من طرفداری یا مخالفت با مجاهدین کردم یا انگ جمهوری اسلامی به شما دادم، فقط نوشته بودم مشکل اصلی ما الان جمهوری اسلامیه. شما میگین که اینا همه مجاهد هستن، من اینو خیلی برام جالب است. بعد شما که میگین تحمل دارین، البته گفتین غیر از مجاهدین، بعد من که مجاهد نیستم، شما وقتی میگین تحمل دارین این روش شما دموکراتیک نیست. وقتی شما یک لینکی در فیسبوک میذارین و دوستانتون نظرشون رو مینویسن، بعد این حق آزادی بیانم داشته باشن که بیان دفاع بکنن. شما وقتی منو و بقیه رو حذف کردین، حداقل از طرف خودم صحبت میکنم، شما وقتی منو حذف کردین من چجوری بیام برای شما اثبات بکنم، بیام پاسخگویی بکنم؟ من نه فحاشی کرده بودم، نه توهین کرده بودم، نه انگی زده بودم، فقط نظرم رو نوشته بودم. به فردم نظر من اشتباه، اصلا کاملا نظر من اشتباه. آیا من این حق رو نباید داشته باشم که بیام دفاع بکنم؟ شما چرا پاسخ من همین حرفایی که در تلویزیون آقای بهبهانی میزنید، همین حرفا رو میتونستیم در قسمت پایین کامنت بنویسید، گفتگو کنید، میتونستید روشنگری کنید، میتونستید منو به راه راست هدایت بکنید، ولی درو به روی من بستید. ما الان میگیم که اینا میتونن بیان صحبت کنن، نظرشون رو بگن، کجا؟ شما وقتی درو به روی من بستید نمیخواید تماسی داشته باشین، من کجا بیام با شما صحبت بکنم؟ بسیار من هر فردی که میدین ایران شاید هزاران نفر مثل من باشن. اگر از حالا بخواین روش هست غیر دموکراتیک و عدم آزادی بیان تو فیسبوکتون بشه، با اون ایرانیه اونجا چه کار میکنید؟ من به این اعتراض میکنم. اونایی که حالا خودشون حد شدن اونا به کنار، ولی فکر نمیکنم همه اینا. من کامنتی که تا دیگرم دیدم خیلی محترمانه بسیارشون نوشته بودن، نه مجاهد بودن، خیلی هاشون حتی نوشته بودن با اینکه ما از منتقدان سرسخت مجاهدین هستیم، ولی فکر میکنیم در شرایط فعلی چون اونایی که تو اشرف اسیر هستن در زندان چه میگن اسارت مجاهدین هستن، این کار برای الان ضروری نیست، به جای این به حقوق اشرف نمیدونم حسین رونقی و اعدامی ها اینا بپردازم. ولی این نظر منه که اعتراض کردم، چرا حذف شدم، چرا حق آزادی بیان ندارم، همین این. بسیار ممنون، متشکرم. تحصیل فعال حقوق بشر این حضار رو نداشتم. با درود، متشکرم. تا روز دیگر. ممنونم عزیزم، متشکرم. خانم جیلانی این اعتراض ستاره رو پاسخ بدید. ستاره میاندوست در فیسبوک. خانم ستاره از دوستان خیلی خوب فیسبوکی من هستن. من ایشون رو خیلی احترام میذارم. ایشون راست میگن، من ایشون رو بستم رو به فیسبوک، ولی دوباره خودم دعوتشون کردم. سه روزه منتظرم که ایشون من رو اد بکنن. ببینین این حمله‌ای که به من شد از جانب مجاهدین به من رو واقعا شوک کرد. ممکنه در این افراد، اولا 27 نفر مجاهد من توی صفم بودن و خیلی زیادشون هم موندن هستن، اگر بخواین من لیستشون رو میدم، ولی این کار رو ترجیح میدم نکنم. ولی میخوام براتون بگم که افرادی که آزادی اندیشه رو با توهین مسخره کردن اشتباه میگیرن، من اون افراد رو پاک کردم. من خانوم ستاره رو دوباره از ایشون دعوت کردم، از ایشون کاملا معذرت میخوام اگر اشتباهی شده، ولی ایشون هم به من حق بدن مدت 4 روز فقط کامنت هایی که روی صفحه من بود توهین و فصاحت بود، و نه تنها روی صفحه فیسبوک من، روی صفحه فیسبوک من زیاد نبود، صفحاتی که باز کردن فقط برای توهین به من. افرادی هستند که من، یکیشون اسمش خانوم فائزه است، من با این خانوم تلفنی رابطه داشتم. این خانوم وقتی مشکل داشتن ما ساعتها صحبت میکردیم در مورد مسائل روانی. این خانوم رو اگر شما کامنتش رو ببینین واقعا چندش آبره. من ممکنه در این مدت 3 روز افرادی رو که پاک کردم
همشون نباید پاک می شدن. شاید تون رفتم و از خانوم ستاره و تندوست واقعا معذرت می خوام. در ملای عام معذرت می خوام که ممکنه من تون رفتم، اما ایشون هم به من حق بدن که من یک انسان هستم، یک فردی که 33 ساله داره مبارزه می کنه، تمام رنگ ها رو دیده، تمام شکنجه ها رو شده، دوبار اعدام شده، تناب دار به گردنش آویزون کردن. بیان امروز بهش بگن تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، یک مقداری هم این افراد خودشون رو جای من بذارن. من باور کنین یک فرد دموکراتی هستم به علت اینکه 40 سال من در اروپا زندگی میکنم. من از طفولیت اومدم اینجا. در نتیجه دموکراسی رو امروز من تعریف نمیکنم. من دموکراسی رو در اینجا زندگی کردم، دیگه نیازی به تعریف ندارم. صفحات من به روی همگان بازه، همه میتونن مطلب بذارن، حتی کسانی که با من هم عقیده نیستن. من یک ملیگرا هستم، در صورتی که صفحه من انواع اقسام چپها و راستها و میانه روها و حتی جوانها وجود داره. من فکر میکنم کاملا صفحات من نشانگر این هست که من چه نوع فردی هستم. آیا من اندیشم یک اندیشه خطیه؟ باور کنین آقای بهبهانی، به تک تک کامنت ها جواب میدم، توجه میکنم که بدونن من متوجه هستم، به نظرشون احترام قائل هستم و جواب میدم و گاهی تا ساعت 4-5 صبح من میشنم به مردم پاسخگو میشم. آیا این یک وطن دوستی نیست؟ من ممکنه سمت و سو داشته باشه راهم، ولی عاشق ملتم هستم و این عشق رو همیشه به مردمم نشون دادم، با حضورم، با حاضر بودن به شنیدن داستانها و غمهای اونها. و شماره تلفن من همیشه در اختیار مردم بوده، با من تماس میگرفتن، ناراحتی هاشون رو میگفتن، قصه هاشون رو میگفتن. باور کنین گاهی باشون گریه میکردم، تا جایی که توانستم به مردم کمک کردم، به خصوص کسانی که اینجا هستن و افرادی که از ایران با من تماس میگیرن که من اینها رو نمیشناسم. مانند یک مادر، مانند یک خواهر به دردشون گوش کردم، بهشون پیشنهاد دادم، بهترین پیشنهادها رو از نظر خودم دادم. من دیگه بیشتر از این از راه دور نمیدونم. اگر واقعا کوتاهی شده، اشتباهی شده، من معذرت میخوام از دوستان. باز میتونن وارد صفحه من بشن، باز میتونن من رو به چالش بکشن، ولی آزادی توهین نیست. آزادی توهین نیست، اشکالی نداره. هیچ کسی مجبور نیست من رو تایید بکنه، ولی عامل و علت تکذیبش رو برای من روشن بکنه. من امروز با مجاهدین مشکلم اینه که چرا شما به من انگ میزنین؟ بیاین صحبت بکنین، بیاین حرف بزنین. من به خانوم ستاره دارم از اینجا میگم که مجاهدین بیان صحبت بکنن، مجاهدین انگ نزنن، این کار خوبی نیست. به چه مدرکی اینها به من گفت؟ البته برای من مهم نیست، من اصلا نمیخوام این مسئله رو دوباره هی رو بکشم. من انقدر اعتماد به نفسم بالاست که نیاز ندارم بگم کی هستم و از کجا آمدم. من این راهی که سیر مبارزاتی من بوده، انقدر من با افراد نشست و برخاست داشتم که هر کدومشون برای من مدرکی هستن. ولی اینکه توهین بکنن، من این رو آزادی سیاسی و اندیشه نمیدونم. بسیار ممنونم. ببین من یه وقتی که حالا از بحث خانم ستاره بیایم بیرون، که خب شما پاسخ درستی رو داری، وقتی که مثلا من به همین باز به جریان همین اتحاد زنان آزاد برمیگردم، من میپرسم که شما یه ده زنان تحصیل کرده ای هستی که سالها هم از در ممالک خارج زندگی میکنی و غالبا هم من دیدم مثلا خود ویکتوریا آزاد توی سوئد توی تشکیلات دولت کار میکنه، یعنی توی سیستمه. خود شما در سازمان یونسکو که سازمان جهانی است کار میکنی، بنابراین ساختار و اون استراکتور قضیه رو بلدید دیگه، یعنی کار کردی رو دیدید. حالا بعد ما به مجاهدین میگیم که اینا اینجوری هن و اونجوری هن، ولی بعد وقتی به واقع بهش نگاه میکنیم میبینیم که این به هر ترفندی که بوده، به هر شکلی که بوده، همین الان قراره در پاریس در پایان همین ماه یک جلسه ای داشته باشن و دی دور هم جمع بشن. من مطمئنم که در این جریان مثلا 5000 آدم حداقل شرکت میکنن
و این توان رو این داره، این سازمان این توان رو داره که یه سوت بزنه 5000 آدم رو جمع کنه. ولی مثلا 20 آدم تحصیل کرده، فرنگ رفته، مدرسه رفته، مدعی، دو ما نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. خب یه تفاوتی هست اونجا، شما به عنوان یه جامعه شناس و من بگو این تفاوت چیه، خب چجوری میتواند و یه ده آدمه که در فضای آزاد دارن زندگی میکنن، توی اشرف هم نیستن که فقط یه کانال بهشون تغذیهشون بکنه، چطور نمیتونن 15 تا آدم با هم دیگه کنار بیان، دعواشون میشه فوری جدا میشن؟ چرا آقای ببان، تاکتیک ها کاملا متفاوته. ما اولا که اون قدرت هایی که مجاهدین امروز جزء قدرت حساب میکنن نداریم. مثلا مجاهدین دارای پول و ثروت هم، این پول و ثروت حالا از کجا به دست اومده من اصلا نمیخوام مسئله رو بکشم که آیا این پول ها ریشه های سالمی دارن یا نه. خب در هر حال این پول هست، خود پول قدرت میاره، ولی هر قدرتی که تولید بکنه رو من نمیپسندم و حاضر نیستم پول داشته باشم تا بتونم اون قدرت ها رو داشته باشم. دو تاکتیک این افراد، مجاهدین روی افراد کار میکنن. چگونه کار میکنن؟ روی ذهنیت های این افراد کار میکنن. برای این افراد تولید اعتقادات تعریف میکنن که شما مریم مسعود باید برای شما ملکه ذهنتون باشه، ولی ما روی اذهان مردم کار نمی کنیم. در نتیجه حتی امروز کسی که از مجاهدین بریده باز نمیتونه آدم رهایی باشه. چرا؟ چون روی ذهن این افراد کار شده. این افراد نافشون در اشرف دفن شده، حتی بریده هاشون. در نتیجه هر جای دنیا که باشن اون سمپاتی رو از راه دور میرسن. من افرادی که از مجاهدین بریدن باشون صحبت میکنم هرگز نمیتونن در مورد مجاهدین به معنای واقعی بد بگن یا به معنای واقعی لعنتشون بکنن. فقط بریدن، بله سطحی مخالفن، ولی وقتی به درون خودشون برمیگردن اعتقادات وجود داره. دو، این افراد با ثروتی که در اختیارشون هست اتوبوس ها رو پر میکنن از افرادی که اصلا وابستگی فکری فلسفی به مجاهدین ندارن، فقط میخوان از این قدرت مالی سوء استفاده بکنن، دو روزی رو در پاریس بگذرونن مجانی و فقط ساعتی حضور داشته باشن برای فیلم برداری و مجاهدین هم بگن ببینین طرفداران ما این افراد هستن. وقتی افغانی ها رو پول میدن، روزی 100 دلار بهشون میدن که پلاکارد بگیرن در سر چهارراه ها، ببخشین آقای بهبانی، من اصلا دلم نمیخواد تو این راه بیفتم که اعتقاداتم اصلا اعتقادات واقعی نباشه بلکه من خریده باشم. مطمئن باشین اگر ما هم پولی در دست داشته باشیم و از کسی از منبعی پولی به ما برسه، ما هم میتونیم پول بدیم به جای مراسم 40-50 نفره داشتن، ما هم 10,000 نفر 20,000 نفر طرفدار داشته باشیم. ولی من موافق این ظاهرسازی ها نیستم. فکر میکنم که 10 نفر واقعی باشن خیلی بهتر از اینه که 5,000 نفر تصویری و غیر واقعی باشن. و مجاهدین فقط تصویره. وقتی که ما میشنویم از مجارستان اتوبوس پر میکنن میارن پاریس، همین من پاریس زندگی میکنم، راه دوری نیست، منزل منم نزدیک برج ایفل، اغلبشون روی چمنهای جلوی برج ایفل آفتاب میگیرن، پیکنیک میکنن، وقت گذرانی میکنن، اتوبوس هاشون هم مشخصه، بعدم دو روزشون. این چه طرفدارانیه؟ من نمیخوام از این طرفدارا داشته باشم. طرفداران من که با پول خریده باشن، با پول دیگری اگر بیشتر باشه دوباره خریده میشن، اینا طرفدار نیستن، اینا فقط تصویرن. میدونم، من با اون کاری ندارم. شما، من میپرسم که ما یه عده دیگه ای در یه جایی یه عده آدم در حقیقت مثل خودت، مثل رویا طلویی، مثل ویکتوریا آزاد، چرا نمیتونیم ماها یه چنین کاری رو انجام بدیم؟ من این سوالمه واقعا. برای اینکه هارمونی وجود نداره. ما درسته که هممون مبارز بودیم ولی تاکتیک های مختلفی داشتیم. خانم طلویی کاملا با من متفاوته، خانم ویکتوریا آزاد، خانم میترا آریان، خانم مهوش، خانم
ما تماممون در یک سطح فکری نیستیم، ولی چون علاقه مندیم دوست داریم یک کار مشارکتی بکنیم. در این کار مشارکتی وقتی که ما یک رهبر خاصی نداشته باشیم، کار مشارکتی خیلی سخته وقتی همگونی فرهنگی وجود نداشته باشه، ولی ما در یک عقیده با هم مشترکیم و سعی میکنیم تفاوتها رو بیرنگش کنیم یا فعلا کنارش بگذاریم تا بتونیم یک کار مشارکتی، ولی کار راحتی نیست چون ما مجرب نیستیم. کلن ما ایرانی ها کار مشارکتی رو در گروه های اروپایی خیلی خوب انجام میدیم چون اونها تعیین کننده ریتم کارن، ولی در گروه های ایرانی نمیتونیم، مبدل به یک اندیشه آنارشیزم میشه، هر کسی میخواد حرف خودش رو بزنه و از تمام اطوها استفاده میکنه برای رسیدن به هدف. و این جالب نیست، از جمله انگ زدن یکی از اطوهای کار ایرانی هاست که من این انگ رو اصلا قبول ندارم. در نتیجه ما داریم تمرین میکنیم، داریم تمرین میکنیم و به نظر من خود این تمرین یک قدم مثبتیه و ما رو به سمت و سوی یک کار گروهی داره میبره و ما نباید از خودمون زیاد متوقع باشیم. تنها چیزی که ما نیاز داریم عشق و اعتماده. اگر ما عشق و اعتماد داشته باشیم تمام این اختلافات رو حل میکنیم. کجا وجود داره یک کار گروهی توش اختلاف وجود نداشته باشه؟ ولی اگر شما مصمم باشین که این درخت باید رشد بکنه، مطمئن باشین چشم پوشی میکنین و افرادی که چشم پوشی نمیکنن ایزوله میشن و خود به خود دفع میشن. مشکلی وجود نداره. شما امروز اگر خانم رویا طلوعی رفتن، امروز اگر دری بسته میشه به اعتقاد من میلیون ها پنجره باز میشه. مطمئنن ما قویتر و قویتر پیش خواهیم رفت و این اتحاد زنان دموکراسی خواه ایران رو به ثمر خواهیم رسوند، زیرا ما واقعا در این اتحاد اندیشه های بی نهایت فرهنگی و اقتصادی برای زنهای مجرد، زنهای طلاق گرفته، و سعی میکنیم یک مسکن و یا یک منبع اطلاعاتی باشیم برای حقوق زن و پیشرفت جایگاه زن در آینده ایران آزاد. ممنونم از شما، سپاسگزارم از این فرصتی که به ما دادی. امیدوارم که شاد و سلامت باشی و امکان این رو به ما بدی که در فرصت دیگر بازم با شما گفتگو کنیم. ممنون خانم جیلانی. لطف کردیم، متشکرم از لطفتون. سپاسگزارم از شما، متشکرم. دوستان، گفتگوی ما بود با خانم بهیه جیلانی، امیدوارم که به حال کمکی کرده باشد.